با شفاف کردن بودجه مردم و همگان می توانند بفهمند روابط قدرت در کشور چیست. وقتی میگم روابط قدرت راجع به چیز بد صحبت نمی کنم، ما دارم راجع به یه واقعیت صحبت می کنم. در طول زمان این ردیف های بودجه پا پیدا کردن، پادار شدن به قول برنامه بودجه یا، یعنی اول یه کسی با لابی، با فشار، با تماس، با توافق اومده و یک بندی در بودجه باز کرده به عنوان کمک به فلان مؤسسه، توش هم اول 10 میلیون تومان گذاشته بودن، 10 میلیون تومان، یعنی هیچی. بعد به تدریج این رشد کرده اومده. هر رئیس جمهوری فکر میکرده که دوستانی داره که باید تقویت بکنه، اومده با سازمان برنامه توافق کرده، یه ردیفایی رو برای یه حمایتهایی به اسمایی گذاشتن توی بودجه. خب این بودجه‌ای که ما الان باش مواجه هستیم، هر ردیفش پدر مادر داره، هر ردیفش قبیله پشتشه. حالا بعضیش قبیلاش کوچیک‌تره، بعضیش قبیلاش بزرگتره، بعضیش قبیلاش قبله هم دارن، بسیار بزرگ و بسیار قدرتمندن. اگر من جای شما بودم دوره بودجه خونی میذاشتم تو دانشکده فنی، دوره هم بشینید بخونید، بعد بپرسید از همون قدیمی‌ها که دعوتشون میکنید سخنرانی براتون بکنن، به جای سخنرانی راجع به ردیفای بودجه برای شما صحبت کنن، بگن این یعنی چی. شما یه دونش رو بلدید، اسمش جامعة المصطفی است، 1000 تا دیگه شو بلد نیستید، اصلا نشنیدید. اما شما پذیرفتید، شما میگید نه ما که نبودیم، من چه میدونستم. یه نظام نمایندگی وجود داره، اون نظام نمایندگی مجلسه. اگر شما پذیرفتید که مجلس انتخاباتش همین باشه، مدل نمایندگیش همین باشه، رابطه مجلس و دولت در بودجه همینی باشه که هست، سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان مجلس بودجه رو اضافه کرد. داریم راجع به همین مجلس حرف میزنیم، نه چیز عجیب غریبا. وقتی اضافه میکنه منبع که نداره که، بعد که شروع میشه به هزینه کردن، شما میبینید یه کسی در حوزه رفاهی که شما نیاز دارید، دستتون کاملا بسته است در حوزه رفاهی، اما یه جای دیگه ای به هزارها اسم، از اسم، حالا من الان به حرف بزنم بد میشه، از خدا و پیغمبر گرفته تا ماهواره، تا اتم، تا دفاع، تا همه چیزهای مقدس و همه چیزهای محترم، از همه اینا استفاده شده برای اینکه یه عده‌ای بتوانند در عین اینکه بازنشسته هستند، در عین اینکه بازنشسته اداری هستند، در عین اینکه بازنشسته سیاسی هستند، بتوانند حامی پروری کنند. این وجود داره. شما میخواید برید با این برخورد کنید، میبینید در مجلس شما رو میزنند. شما میخواید برید بودجه یه جایی رو که قبول ندارید یا درست نمیدونید یا فرض میگیرید من از مردم رأی گرفتم برای اینکه پول به اینا ندم، میخواید برید اینو بزنید. کل بودجه دولت رو، کل بودجه کشور رو به اسارت میگیرند، به گروگان میگیرند تا تکلیف اون یه ردیف معلوم شه. این واقعیت قدرته.